بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه اونی که هیله قدرمان هیوادوالو جوړ په خیر. هیله مندم چې جوړ رو په خیر اوسه. از هر گوشه و کنار افغانستان که ما را بیننده هستین، ما امیدوار هستم که صحت سلامت باشین و دنیای ورزش بسیار بسیار خوش آمدین. من رولای باوری هستم. همتانای عزیز، آهسته آهسته میریم به ختم رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان و در پهلویش آهسته آهسته نزدیک میشیم به ختم لیگ برتر کرکت هند هم نزدیک میشه. این دو رقابت فراموش نکنید دیدنش و بالاخره ببینیم که کدام تیم برنده یا کدام تیم در هر دو رقابت هم در لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان اتک تال پیش است. ببینیم که عنوان از عنوان قهرمانی خود دفاع کرده میتونه یا خیر در پهلویش آی پی ال ببینیم که کی میتونه قهرمان سال 2024 شود. امروز هم در برنامه از بخش مبارزات آزاد مهمان دارم و مهمانای ما هم مجتبی پنشیری و همچنان عطاءالله قاضیخانی و ورزشکاران مبارزات آزاد هستند. مهمانای عزیز بسیار بسیار خوش آمدین. سلامت باشین. بسیار خوش آمدین مجتبی جان. شما میشه که امرای هماتانای عزیز سلام علیکی هم بکنین و در پهلویش چقدر وقت میشه مجتبی جان که خودت مبارزات آزاد انجام میدی؟ به نام خدا، مشتبه پنشیری هستم، یک تن از ورزشکاران رشته مبارزات آزاد کشور. مدت 8 سال میشه که ما ورزش به پیش گرفتیم، دیگه مسابقات داخلی و خارجی زیادی داشتیم و کسب افتخار به افغانستان آوردیم. بسیار عالی. خودت هم خوش آمدی تاولای عزیز، میشه که امرای هماتانای عزیز یک سلام علیکی داشته باشین. به نام یاد خدا، سلام خدمت خودت باوری صاحب، سلام خدمت تمام مردم افغانستان. امید که جور ساعتمن باشن. عطاءالله قاضیخانی هستم، یک تن از ورزشکاران و مبارزات آزاد افغانستان. دیگه مدت 6 سال میشه که من کلا ورزش میکنم. ورزش از رشته وشو آغاز کردم. دیگه مدت 4 سال عضویت تیم ملی وشو افغانستان داشتم. بعد تعاملات هم رفتیم 2 سال مهاجر کشور ایران شدیم. خب و فعلا هم ورزش هم می. چقدر سخت است عطاءالله عزیز امی دوران مهاجرت در یک کشور دیگه؟ چقدر واقعا سخت است امی لحظاتی که سپری میشه؟ 100% کسایی که ورزش میکنن در دور از وطن 100% برشان معلوم است. طبعا کسایی که خارج هستن کار نکنن هیچ موقع نمیشه، مثلا هیچ وقت نمیشه بدون از اینکه کار کنن تنها برن ورزش کنن. هم کار میکنن هم ورزش. 100% سخت تموم میشه، هم کار کنی هم ورزش. من خودم کار ساختمانی انجام میدادم در اونجا در ایران. 100% 8 صبح میرفتم سر کار تا ساعت 5 مثلا میامدم میرفتم تمرین خودم میکردم تا ساعت مثلا 8. کارم که میکردی خودش یک تمرین نبود دیگه. بسیار عالی. از مجتبی عزیز خودتان بازم بسیار خوش آمدی. گفتی که مدت 8 سال میشه که مبارزات آزاد انجام دادی. چند مسابقه در این مدت انجام دادی؟ چقدر برد داری؟ چقدر باخت داری؟ من مدت 8 سال میشه که همی فری فایت شروع کردیم. مسابقات آماتور خیلی زیاد انجام دادم در داخل کشور و در بیرون از کشور که 2 مرتبه قهرمان وزن 61 کیلو کشور ایران شدم آماتور. دیگه در افغانستان هم مسابقه پروفشنال فعلا ریکوردم 7-1 است، 7 برد دارم و 1 باخت. دیگه انشالله جمعه که میاد یک مسابقه دارم در هرات با حریف از کشور ایران. در هرات در داخل افغانستان برگزار میشه. بله، این اولین بار است که در خاک خودم با حریف خارجی مسابقه دارم و تشکر میکنم از کسایی که مرا حمایت کرد و تشویق کردن به این مسابقه. بسیار عالی. چقدر فیزیکی و همچنان چقدر ذهنی آماده هستی به این مسابقه؟ انشالله آمادگی تام گرفتیم به این مسابقه که به خاطر که داخل کشور خودم است و باید به توکل خدا این مسابقه رو پیروز شم و خیلی وقت است که خنده و خوشی یک کمی از چون در بغلان هم که اخیر یک صورت گرفت متاسفانه جگرخون کننده بود. جگرخون کننده بود. میخوایم یک خوشی و یک لبخند بالا به تمام مردم افغانستان بیارم. دیگه آمادگی 100% گرفتیم به مسابقه. از حریفتان چه قشناخ دارین؟ در چی سطح یک حریف است؟ حریفم ریکورد 4 برد 1 باخت داره. سبکش کشتی و سب میشن است. بسیار تیم خوبی دارن در ایران. مسابقه های جوجیسو زیاد داده. دیگه برش آماده ای گرفتیم که انشالله یاد استاده یاد زمین در صورتی که باشه آماده ای گرفتیم برش. بسیار عالی است. عطاءالله عزیز خودت هم دمی مسابقاتی که مجتبی جان رقابت میکنن خودت هم مسابقه داری؟ نه، من آخرین مسابقه داخل افغانستان بود سازمان MKFC افغانستان. دیگه با یکی از ورزشکارهای مشهور افغانستان
به نام نصرت الله لنگری که توانستم توسط امتیاز پیروز شم و این بارم سازمان MKFC خواست من روی کمربند 57 کیلوی سازمان MKFC مسابقه بکنم و مرا خواستن. دیگه من این بار آمادگی میگیرم. خودت 57 کیلو بازی میکنی؟ انشالله قهرمان 57 کیلوی افغانستان. انشالله. و مسابقه آینده خودت دمی سازمانه که گفتی است؟ MKFC 8 جوزا با امید خدا. بسیار عالی است. موفق باشی انشالله با امید پیروزیت و خودت هم بتونی که یک روز با حریف بیرون از کشور رقابت بکنی یا بیرون از افغانستان بری رقابت بکنی، گرچه گفتی که آمادگی یا متام داری در وزن 57 کیلو، انشالله بتونی که بری بیرون از افغانستان رقابت بکنی. مجتبی عزیز انشاءالله دوباره برمیگردیم. تعالی جان مجتبی عزیز در آینده ها میخوای تا کجا برسی؟ در پهلویش الگویت کی است در بخش مبارزات آزاد؟ من در مبارزات آزاد اول که رفتم پیش ورزش پیش استاد واحد نژند شروع کردیم، مدت 6 سال پیشش کار کردیم که فعلا دور از وطن از دیگه مسابقه هم داره در نزدیکی دیگه. فعلا حالا پیش استاد یما علی زاده تمرین میکنم و الگویم در بخش فری فایت استاد واحد نژند است. الگویم قرار دادیمش و میخوام من در سطح باشم که در وزنم بتونم قهرمانی بیارم و برم بیرون از کشور با حریفای روسی، آمریکایی و در بزرگترین سازمان ها فایت کنم و پرچم افغانستان را بلند کنم. بسیار عالی است. خودت در چند کیلو بازی میکنی؟ من در 61 فایت میکنم. 61 فایت بله. میکنی. بسیار عالی است. مجتبی جان الگوی خودت کی است و در پهلویش اگر زمینه مساعد شود که بری بیرون از افغانستان در نزدیکی آم و تام آماده هستی؟ باوری صاحب محترم، من راست بگم دوست دارم خودم الگو باشم برای ورزش شورای افغانستان، برای کسایی که میخوان مرا تعقیب کنن و انشالله متی یک روز هم میرسه. و ما الحمدلله مسابقات خارجی هم زیاد انجام دادیم. ما پنشیری صاحب محترم یک جای در ایران مسابقه میکردیم دو دوره، همچنان با هم قهرمان 57 کیلو ایران و موتوریش پنشیری صاحب میگرفت و 61 پنشیری صاحب میگرفت و 57 شما میگرفتم. با حریفای آذربایجانی همچنان هر دو تای ما با حریفای ایرانی خو اصلا حساب نمیشه برای بگویم که چند تا مسابقه کردیم. و رقابت هایی که با ورزشکارای از ایران انجام میتین واقعا حریفای سخت هستن یا کلش برمیگرده به زحمت شما که چقدر زحمت کشیدین؟ برمیگرده به زحمت، تمرین و کوشش و تلاشی که ما میکشیم. دیگه ما مثلا آماتوری مسابقه میکردیم یک روز از ساعت 10 مثلا روز تا ساعت 12 شب حدود 5 تا یا 6 تا فایت میکردیم تا میتونستیم در قهرمانی وزن خود به دست بیاریم. کار راحت نیست، یک روز مثلا تا 24 ساعت یا 12 ساعت بتونی 6 تا فایت کنی، 6 نفر شکست بدی، کار راحت نیست. بدون شک که کار راحت نیست و کار سخت است. مجتبی جان خودت میخوایی بازم او سوال گذشته ما یک بخشش جواب دادی و یک بخشش مان، تا کجا برسی؟ میخوایی که تا کدام سازمان مشخصا برسی و بالاخره در او سازمانی که آرزویت است رقابت بکنی؟ طبعا آرزوی هر ورزشکار است که در بزرگترین سازمان دنیا که UFC است برسه. انشالله ما امیدواری از ایره داریم تمرین نشه و شایستگی فایت ما رو که میبینیم انشالله روزی از روزها میرسیم به سازمان UFC و بتانم پرچمداری کشور ما کنم در سازمان UFC. بسیار عالی است. و در بازیکنهای خارجی کیره دوست داری؟ در بازیکنهای خارجی اگر با دوستای چن نشد مکس هالوید نامش است، یک بازیکن سرسختی است که از فایتش خیلی خوشم میاد. دیگه اونا رو خوش دارم. بسیار عالی است. خوب علاقه است دیگه، هر کس میتونه که علاقه خود ابراز بکنه. عطاولا جان خودت در ورزشکارهای بین المللی و خارجی کی را دوست داری؟ قول خودت با وریس محترم علاقه است دیگه، گرچه کنر مگریگور دو تا باختم کرده اما من کنر مگریگور خوش دارم. و حبیب چطور؟ خب هر کی نظر به سبکش، هر کی نظر به سبک. بسیار عالی. سبک مجتبی جان خب بیشتر از سبک خود گفت، سبک خود چی است؟ ما چون الحمدلله 4 سال زیاد تیم ملی وشو را داشتم، هر کسی که وشو کار کرده میفهمه دست پاش مثلا مقبول تر می باشه و در دست پا مهارت خودش هم می داشته باشه. و بعد در ایران تقریبا یک دوره مسابقات جوجیسو اول شدم استان تهران، دیگه که جوجیسو رو هم باش مکس کردم. یعنی هدف ما این است که در مبارزات آزاد استاد پای خوب میتونی فایت بکنی یا زمین؟
ایرا مردم تصمیم میگیره، اما ما یک ورزشکار کامل هستم. کامل هستن. مشتبه جان شما کدام بخش خوش دارین؟ استاد پای بازی بکنین یا حریفتان رو ببرین به زمین؟ یا سب میشن؟ ما والا طبعا ورزشکار امیمی باید کامل باشه که هم استاد هم زمین. ولی ورزشکار ها باز مهارتش باز ما مهارت زیادم که از در کشتی و سب میشن از گرابلنگ بله. چون در خانواده من مرا زیاد میگن که تو فایتی نکو خونی باشه، فقط تمام که سب میشن بگی سب میشنش بگی، چون او میگه اگر نه تو اگر شی نه مسابقه هم تمام شد. چون حتما این صحبت هم حتما مادرتان کرده، بله بله که دل مادرها مهربان است، نمیخواه که حتی کس اگر شوه. شما در پهلوی ازی که ورزش میکنین در سارا تمام کردین بخیر، چقدر درس خواندین؟ ما چرا خلاص کردیم صنف 12 رو خلاص کردم، در کنکور هم 236 نمره در زراعت کامیاب شدم که بعد از این تعاملات دیگه نتونستم رو ادامه بتم و رفتم به کشور ایران به کار. بله، چون اینجا کار نبود رفتیم اونجا به کار. متاسفانه انشاءالله هنوز هم خیلی فرصت دارین بتانین بله. پس درس ها رو شروع بکنین بخیر و در پهلوی ازی که ورزش میکنین درس هایتان هم بخیر ادامه بتین تا ای که خلاص بکنین. عطاولا جان خودت درس ها رو خلاص کردی صنف 12 را؟ باوری صاحب من صنف 12 را تمام کردم، همچنان کنکور امتحان دادم علوم اقتصاد سیاسی دیگه، من کامیاب شده بودم که متاسفانه همچنان نشد. به هر صورت انشاءالله هنوز خیلی جوان هستین، درس هایتان دوباره میشه که ادامه بتین و بالاخره تمام بکنین. در پهلوی ازی که ورزش میکنین درس ها یک بخش بسیار مهم زندگی است. پیام عطاولا عزیز برای هموطنان عزیزت، خصوصا برای همقطارهای خودت چی است؟ پیام ما به مردم افغانستان است، البته بیشتر به کسایی که از توانشان میه، به تجارای افغانستان، به کسایی که میتونن کمک کنن، نه تنها ما، نه تنها پنشیری صاحب، کسا ورزشکارای افغانستان که فعلا در بدبختی تمرین میکنن، در بسیار وسایل کم حمایتشان کنه، اسپانسرشان کنه، که انشاءالله با آرزوهایی که دارن. طبعا یک ورزشکار بسیار آرزوها داره که میخواه برسه، اما به دلیل از اینکه اسپانسر نیست و توان مالیش اقتصادیش نمیکشه، نمیتونه به جایی میرسه. و ما از مردم افغانستان میخواهیم که اسپانسر کنن، حمایت کنن، که انشاءالله کل ورزشکارای افغانستان یک روز افتخار بیارن به افغانستان. مشتبه عزیز از خودتان میشنویم. پیام ما همچنان به دولت افغانستان و مردم افغانستانی است که مردم افغانستان حمایت کنن، تشویق کنن. اگر توان اسپانسری ندارن، تشویقی که میکنن مثال در صفحات مجازی خود از امی یک تشویقی است که ما یک رویه میگیریم و از دولت میخوایم که ورزشکارا رو حمایت کنه، چون امی تنها ورزشکار است که پرچم کشور در هر میدان بلند میکنه. میخوایم که ورزشکارا رو حمایت کنه و یک مثال زمینی را برشان مساعد کنه یا یک جای تمرینی را مساعد کنه که ما بیشتر بزن سطح ما بالا بره، در یک سطح نباشیم لیول ما بالاتر بره، مثل فایترهای خارجی که از همه امکانات برخوردار هستن. بسیار زیاد تشکر مهمانای بسیار عزیز، مشتبه پنشیر و همچنان عطاولا قاضی زاده، ورزشکارای مبارزات آزاد ما. تشکر از شما هموطنان عزیزم که تا این دم بیننده برنامه دنیای ورزش بودین.